حاجی باورم نمیشه دوباره مدرسه ها شروع شد. من که اصلا نفهمیدم چجوری تابستون تموم شد، هیچ گویی هم نخوردیم. خدا فقط امسال رو به همون صبر بده. هه رضا داداش این چه کیفیه خریدی؟ از سنت خجالت بکش. داداش من اینو از لوازم تحریریه سر کوچه گرفتم، کلن دوتا طرحش مونده بود که این خوبش بود. سلام سلاتین. ساعت خواب میذاشی یه ساعت دیگه میومدی. حاجی تو دستشوی خوابم برد تایم از دستم در رفت. خب پس چجوری بیدار شدی؟ احتمالا با صدای شیپور خودش از خواب پریده. آره حاجی تو خواب یه بلبلی ازم در رفت نجاتم داد. رایدر این دیگه چه کیفیه خریدی؟ از سیبیلات خجالت بکش. بابا اینو از سر کوچه گرفتم، فقط همینو داشت. لاشی یه نفر قبل من بتمنشو خریده بود. معلوم نیست داریم میریم دبیرستان یا مهد کودک. من که تو مدرسه کنار اینا راه نمیرم، آبرون میره. سعید پسرم وایسا، جامه دادی تو جا گذاشتی. اینو از همین سر کوچه یه گرفتم، فقط همین طرحش مونده بود. آره جون زیدت، راه بیفتی تا در مدرسه رو نبستن. بچه ها من از الان دارم بوی گند مدرسه رو احساس میکنم. بوی مدرسه نیستش، بوی منه. صبح تخممو خوردم. رایدر جان مادر دیگه امسال تو کلاس کنار ما نشین. اوه بچه ها اونجا رو ببینید، یه خبر بد دارم واسه تون. وای نه، این یزیدو چرا نازم کردن؟ این همین جوریش معلم بود، همش ما رو کلاس مینداخت بیرون. بچه ها من امسال به بابام قول دادم نمره های خوب بگیرم، قراره واسه موتور بخره. حاجی امسال بابای منم روم قفلی زده، سال پیشو بد ریدیم. باید حواسمون باشه امسال سر کلاس داستان درست نکنیم، وگرنه بندازن اون بیرون این یارو صد اخراجمون میکنه. پسرای گلم برید سر کلاساتون. بچه ها سعی کنید تو کلاس فعال باشید. ردیفه. خب بچه ها درس شروع کنیم که همین جوریش هم عقبیم. آخه چجوری ممکنه؟ روز اول تازه. خب بچه ها تو تابستونی که گذشت کسی با مفهوم ریاضی تو زندگیش روبرو شد؟ بله آقا ما. باریکلا. خب توضیح بده. آقا من یه روز برای خرید لباس از بابام پول میخواستم. خب اونم به جای پول به هم بیه معادله و دو مچولشو نشون داد. همونش هم از سر زیادیه، واقعا که بیشخصیتی. آقا اجازه، ما با زوج و فرد مواجه شدیم. آفرین، توضیح بده واسه بچه ها. آقا تو این تابستون همه رفیقامون زوج بودن، فقط من فرد بودم. خاک تو سرت، منظورمون از زوج و فرد تو ریاضی یه چیز دیگه است. خب کس دیگه ای با کاربرد ریاضی تو زندگی شوبرو نشد؟ آقا ما با کاربرد انتگرال مواجه شدیم. چقدر عالی، واسمون تعریف کن. آقا ما توی تابستون ماشینمون خراب شده بود، بعد من سعی کردم با انتگرال درستش کنم. جالبه، خب چی شد؟ هیچی دیگه آقا، بابام بهم گفت ان نخور، زنگ زد مکانیکی. بلند شید هر چهارتاتون گم شید از کلاس من بیرون. آقا من دیگه چرا، من که کاری نکردم. تو هم رفیق همون چهارتا لنگی، گم شو بیرون. ای بابا یه بار اومدیم سر کلاس فعال باشیم، چرا دوباره انداختمون بیرون؟ گفتم فعال باشی، نه اینکه نظر چرت و پرت بدید. ولی به نظرم این حق ما نبود. سلاطین من فکر کنم ما سر کلاس صحبت نکنیم نتیجه بهتری داشته باشه. آره دیگه از کلاس بعدی صداتون تو کلاس سر نیاد. اوه حاجی همین رو کم داشتیم، ببین کی داره میاد. به به ببین کیا اینجان، دوباره کلاس انداختنتون بیرون. کی؟ ما؟ نه بابا، ما الان داریم آماده میشیم که بریم سر کلاس کنفرانس بدیم. کنفرانس؟ شما چهارتا؟ راجبه چی هست حالا؟ آقا راجبه کاربرد انتگرال توی زندگی داریم تحقیق میکنیم. خب به نتیجه ای هم رسیدین؟ آقا عرضم به درزتون، یعنی خدمتتون، که فعلا فهمیدیم تو تعمیر پراید کاربرد نداره. خیلی خوب، ولی من حواسم بهتون هست، امسالو خیلی مراقب باشین. شانس آوردیم، واقعا به خیر گذشت. بلند شید بریم، زنگ بعد دینی داریم. سلام عزیزان، من دبیر دینیتون هستم، امیدوارم سال خوبی یا کنار هم داشته باشیم. بچه فقط به درس گوش میدیم، جی که اونم در نمیاد، این زنگ مثبتو میگیریم. خب عزیزان، این مباحثی که گفتم خیلی به کارتون میاد. دیگه چه وضعه چه؟ رایدر بلند شو ببینم. بله استاد. سر کلاس من خوابیده بودی؟
نه آقا، چشامو بسته بودم، گوشام با شما بود. خب اگه گوشت با من بود راجبه چی درس دادیم؟ کاربرد انتگرال تو دین؟ معلومه چقدر گوش کردی. بغلیاتم بیدار کن ببینم. بچه ها بیدار شید، رسیدیم. آقا جواد بگو ببینم راجبه چی داشتم درس میدادم. آقا موضوع درس امروز تقوا و عمل صالح بود. خب چه حداقل موضوع درس امروز رو میدونی؟ سعید عمل صالح یعنی چی؟ به مجموع کارهایی که صالح تو زندگیش انجام داده میگن عمل صالح. خب جالب شد. رضا تو هم انسان با تقوا رو تعریف کن. آقا انسان با تقوا به کسی گفته میشه که با یه تقوا کنه درو. خب پس الان چهارتاتونم با یه تقوا کنید در کلاس برید بیرون. خدای دیگه این زنگ حقمون نبود بندازتمون بیرون. بدبختی سر کلاس هم صحبت نمی کنیم خوابمون میگیره. ولی من دیشب و کم خوابیده بودم. خوب شد این زنگو خوابیدیم. ای بابا این یزید دوباره اومد. شماها چرا دوباره سر کلاس نیستین؟ آقا ما این زنگ یه کنفرانس داریم راجع به تقوا و عمل صالح. خیلی عجیبه. روز اول این همه کنفرانس، بذارید برم من معلمتون بپرسم. آقای رضوانی مدیر کارتون داره. باشه، الان میام. این سری هم به خیر گذشت. حاجی من نمیدونم چرا امروز همه این معلم ها با ما لج کردن. حاجی باور کنید اینا دیشب زنشون بهشون. آره حاجی آره. بچه ها من واقعا خسته شدم. چند روز دیگه مونده؟ اگه امروزم با موفقیت تم کنیم 275 روز دیگه مونده. کاش حداقل میتونستیم از مدرسه فرار کنیم. داداش یه لحظه ناظم اون بالا ببین. حالا اینا رو ول کنین، من خیلی گشنمه. شما گشنتون نیست؟ نه بابا تازه صبحونه خوردیم. آره منم تخم مرغ صبح هنوز سر دلمه. حاجی الان که فکر میکنم میبینم منم خیلی گشنم نیست. بچه ها گلاب تو روتون، من یکم دلم پیچ میره. برم دستشویی و بیام. خوب شد رفت، وگرنه سر کلاس خفمون میکرد. بچه ها تا زنگ نخورده منم برم آب بخورم بیام. حاجی منم یه جوریم. چه جوری؟ نمیدونم، فکر کنم دلدردی ویروسیه. گلاب تو روت، منم برم دستشویی و بیام. باشه فقط زود برگرد که سر کلاس رات بدن. جنگی برمیگردم. لاش خور، تو که میگفتی من گشنم نیست، دلپیچه دارم، اینجا چی کار میکنی؟ داداش گفتم بیام اینجا یه همبرگر بخورم واسه یه بندری بندازم. خیلی لاش خوری، تو دستشویی آخه؟ واسه چی لگت میزنی وحشی؟ یزید تو که به من گفتی میری آب بخوری، پس چرا الان اومدی اینجا داری گو میخوری؟ والا یکم سر معدم سوسوز میکرد، گفتم بیام یه چیزی بخورم. خودت اینجا چی کار میکنی لاشی؟ والا رضا تو که پنهون نیست، منم از صبح کمی سر معدم سوسوز میکنه، اومدم یه چیزی بخورم. باشه برو دستشویی بغلی، فقط بین خودمون دوتا بمونه. رضا تو هم اونجایی؟ شد بین خودمون سه تا. ای بابا بیایید بیرون دیگه، قیچی بدم بهتون. آره داداش، کباب چند متری میخوای؟ بدایید دیگه، دستشویم ریخ، چی کار میکنید اون تو؟ یکم دیگه صبر کن، الان مجسمت تموم میشه. خب من کارم تموم شد، بیا برو. خسته نباشی، الان دیگه زنگ میخوره، رای داره گوزو. به من میگی گوزو؟ بابات گوزوه، با اون کله شیر موزید. باشه، الان میرم به بابا میگم. دبستان مگه، برو بگو اصلا. آجی این پسره کی بود باش حرف میزدی؟ هیچی بابا، از این بچه لوسا بود، گفت به بابا میگم به انفوش دادی. دبستانه مگه؟ نامردون ساندویچ چیه دستت؟ حاجی میدم یکم سوسوز میکرد، گفتم یه چی بخورم ظرفم بخوابه. رایدر با اون سه تا الدنگ بیاین دفتر من. اوه حاجی فکر کنم فهمیده که کنفرانس نداشتیم. بریم ببینیم چه خبره. خب شنیدم تو دستشویی دعواتون شده. عوضیش سریع این خیار فروختمون. آقا آخه ما روی ادب خیلی حساسیم، بعد اون پسر از یه لفظ نامناسب استفاده کرد. عجب، تو چه جوابی بهش دادی؟ هیچی، منم بهش گفتم این کار درست نیست که منو گوزو خطاب کنی برادر. به من میگی گوزو؟ بابات گوزوه، با اون کله شیرموزی. آقا منم وقتی در روزت خیلی مؤدبانه بهش گفتم برادر من خویشتنداری کن الان میام بیرون.
قیچی بدم بهتون؟ آره داداش، کباب چند متری میخوای؟ که اینطور، پس حتما اون پسر خالی بسته. آقای رضوانی، خواهش میکنم تو انتخاب دانش آموزاتون دقت کنید. اینا معلوم نیست از چه خانواده ای اومدن. نه ادب دارن نه صداقت. بچه ها روی میزو ببینید. خاک بر سرتون، با پسر ناظم دعواتون شده. البته آقا همچین الکی هم نمیگفت بنده خدا. یکی دو بار ناخواسته ازم یه صدایی خارج شده بود. آقای رضوانی، واقعا به خاطر ثبت نام همچین دانش آموزایی ازتون ممنونم. حواستون باشه، این سریو فقط نمره کم میکنم. سری بعد اینجا ببینمتون برخوردم خیلی جدی تره. آقا من دیگه چرا؟ من که کاری نکردم. تو هم رفیق همین سه تا الدنگی. ای ریدم به این شانس، این همه آدم، ما چرا باید با پسر ناظم دعوامون بشه؟ ای بابا اون کله شیرموزی ببین چه داستانی واسمون درست کرد. با این وضع که ما داریم پیش میریم احتمالاً تو هفته بعد اخراجیم. بچه ها باید همین اول سالی یه جوری خودمون رو تو دل ناظم جا کنیم. خب چیکار کنیم؟ بریم ماچش کنیم؟ نه میتونیم قبل اینکه زنگ آخر بخوره بریم ماشینش رو تمیز کنیم. من صبح ماشینش رو دیدم، خیلی کثیف بود. آره فکر خوبیه، اینجوری نمره ای هم که ازمون کم کرد میتونیم برگردونیم. منم موافقم، بریم وسایل رو برداریم دست به کار بشیم. آقا هاشم یه مایه تمیز کننده خفن میدی؟ میخواییم کلاس ها رو برق بندازیم. خب سلاتیم باید خیلی سری باشیم. رایدر وسایل رو جور کردی؟ آره حاجی، رایدر مولا چاکش نمیره. خب دیگه شروع کنیم. بچه ها ماشین تمیز شده ولی فکر کنم زیاد از حد تمیز شده. آره انقدر خوب دستمال کشیدیم که من خودم دستم داره میسوزه. بچه ها چرا رنگ ماشین عوض شده؟ رایدر اون مایه های تمیز کننده رو از کجا آوردی؟ حاجی به هاشم گفتم میخواییم کلاس ها رو برق بندازیم، اونم نمیدونم چی تکس به امدا. وای تکس؟ آره آفرین همین بود. وای بدبخت شدیم. چی؟ آقا به جان زیدت داشتیم تحقیق شیمی میکردیم. بچه ها فرار کنیم. وایسید الدنگا. سلاتین دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. اگه لایک های این پست رو به 10,000 تا برسونید قسمت بعدی دبیرستان لوسانتوس هم واسه تون آپلود میکنیم. جکوارتونه.